وقوع دو حمله انتحاری در کابل و درگیری در ولسوالی شیندند هرات. کمک بیش از 5 میلیارد دلار آمریکا به افغانستان در سال 2015. و خواست اوکراین از روسیه برای دست برداشتن از حمایت جدای طالبان در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز پنج شنبه 20 قوس سال 1390 خورشیدی است که برابر می شود با 11 دسامبر سال 2014 میلادی. پریسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در نخواستم توجه کنیم و جزئیات بیشتر حمله مخالفان مسلح بر ولایت سرپل. گفته میشه که همه اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در بخشی از شهر سرپل جریان دارد. مسئولان امنیتی تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما به گفته شاهدان عینی مخالفان مسلح دولت بر پوسته امنیتی قریه امام خرد این ولایت حمله کردند. در این مورد جزئیات بیشتر از همکارم آتیلا نوری که همی اکنون روی خط تلفن با ماست. آتیلا، جزئیات بیشتر از خودت می داشته باشیم. گفته میشه که این درگیری آغاز شده و تا هنوز هم جریان داره. آخرین جزئیات از چه قرار است؟ تشکر همکار عزیز. برای فعلا درگیری جریان داره. تا حال که ما تماس هایی که با مقامات داشتیم هیچ یکشون گوشی نمیگیرن و تا هنوز موفق به این نشدیم که از مقامات محلی جزئیات داشته باشیم، اما با مردم وقتی که صحبت کردیم اونا میگن که بالای پوسته امنیتی حوزه دوم امنیتی مرکز شهر داخل شهر امام خود فعلا عمله جریان داره و تا هنوز موفق نشدیم، هرچی که تلاش میکنیم با مقامات و مسئولین شمارهشان یا مصروف است یا گوشی نمیگیرند، با می مشکلات مواجه هستیم. تا هنوز موفق به این نشدیم با وجودی که تماس های مکرر با ایشان داشتیم. جزئیات گرفته نتونستیم. آتیلا، خود دقیقا در ساحه حضور داری، میشه که بیشتر در مورد ساحه هم اشاره بکنی که دقیقا این درگیری از چه ساعت شروع شده و تا اینجا ادامه داره؟ تقریبا حدود 25 دقیقه میشه که درگیری جریان داره، که به درگیری سلاح های سقیله و خفیفه همگیش استفاده شده رویسته و فعلا هم درگیری جریان داره. نیروهای امنیتی چیگونه است؟ آیا به ساحه رسیدن با تجهیز هستن؟ هرچند که اشاره کردی که هنوز هم مسئولان امنیتی در این باره چیزی نگفتن. بیشتر از دید خودت میخوایم که در ساحه حضور داری بیشتر بگوییم. فعلا که من خودم داخل شهر هستم، در اینجا از محل یعنی در محل رفتن نمیتونم چون وضعیت خیلی از هر طرف سر صدا و صدای فایر میاد که فعلا که از شما بشنوین که از هر طرف فایرهای فرازنده است، مگر سرای سقیله بر فعلا جریان نداره. یکی دوتا فایرهای هوایی و از هر طرف از هر گوشه شنیده میشه، اما مقامات تا روز تلاش داریم که ازشون جزئیات بگیریم ببینیم که چی میشه، که آیا مقامات مگر با گفته و مردم محل که تا هنوز هم امروشون تماس داشتم از امو گرد اطراف قریه امام خود اونا میگفتن که درگیری فعلا شدید جریان داره، برای فعلا هم درگیری جریان داره، تا هنوز صدای فایر هنوز هم شدیده میشه. سپاسگزارم آتیلا نوری همکارم از ولایت سرپل برای جزئیات بیشتر حمله گروهی مخالفان مسلح بر بخشی از ولایت سرپل و اما در کابل. حمله انتحاری در برنامه‌ای که پیامدهای ناگوار حملات هراس افغانانه در آن نمایان شده میشد. در حمله انتحاری شام امروز در اینستیتوت فرهنگی فرانسه در لیسه استقلال یک تن جان باخته و به شمول زنان و کودکان 20 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس کابل با تایید رویداد میگوید حمله کننده انتحاری که یک نوجوان بود مواد انفجاری را در زیر لباسهایش جابجا کرده بود. شماری از شاهدان رویداد میگوید این برنامه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده و کسانی که میخواستند وارد تالار شوند مورد بازرسی جدی بدنی قرار میگرفتند. فرمانده پلیس کابل میگوید حمله کننده حدود 15 یا 16 ساله بود. تلفات یک نفر مرده و از 15 تا 20 نفر که ما کشیدیم زخمی 18 از 20 است که او بعدا ارقامش معلوم میشه، چون دود بود ما که در آمدیم کشیده میشه و صرف امو توتای انتحاری
که سرش بوده و پایش بوده او باقی مانده که معلوم میشه که یک بچه جوان 16 تا 17 ساله است. متاسفانه در جریان برنامه یک انفجار بسیار مدهش و وحشتناک رخ داد و برنامه به هم خورد. تعداد از دوستا اشتراک کننده در این برنامه تلفات نداشته ولی به شدت زخم برداشت. در این حال از اثر یک حمله انتحاری صبح امروز در تنگی ترخیل شهر کابل 5 سرباز ارتش کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه با تایید این خبر گفته است که این سربازان مربوط به فرقه 111 کابل بوده است. از سوی هم پلیس میگوید که 3 شهروند غیر نظامی نیز در این رویداد زخمی شدند. جزئیات بیشتر از همکارم حمید صدیقی. حوالی ساعت 7 صبح روز پنجشنبه حمله کنند انتحاری موتر نو کاستر سربازان فرقه 111 ارتش کابل را در تنگی ترخیل حوزه 15 شهر کابل مورد حمله قرار داده که در نتیجه 5 تن سربازان ارتش کشته می شوند. وزارت دفاع کشور با نشر خبرنامه این رویداد را تایید کرده و گفته است که 12 سرباز دیگر زخمی شدند. پلیس کابل نیز تایید کرده است که 3 غیر نظامی در این رویداد زخمی شده است. هفت بجه بود که حمله انتحاری صورت گرفته. یک انتحار کننده که واسکت انتحاری داشته که از وسایت اردوی ملی را هدف قرار میده، متاسفانه معلومات را که ما از وزارت دفاع گرفتیم 5 نفر از منصوبین اردوی ملی در این حادثه جام شهادت نوشید. شدت حمله به خانه های اطراف محل آسیب رسانده و بیشتر شیشه های خانه های نزدیک به رویداد محل شکسته است و پارچه های جسد انتحاری نیز به داخل حولی آب پرتاب شده است. شاهدان عینی از وقوع رویداد چشم دیدشان را میگویند. باشنده های نمی منطقه کل ما دیدیم که هیچ همیچ 6 نفر در مابین کاستر شهید بوده. خانه خواب بودم، یک دفعه انتحاری شد که وقت خیستم که دیدم شیشه سرم افتیده بود که بیرون آمدم، یک خاکبادی بود، یک حالت بد بود. می رفتم یک امشار بسیار قوی که برام آمدم بسیار خاکباد که رفتم آمدم یک کاستر سفید فرقه 111 را انتحاری زده بود. طالبان با نشر خبرنامه مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. حمله انتحاری امروز در تنگی ترخیل در حالی صورت میگیرد که باشندگان کابل چند روز اخیر را با آرامش نسبی سپری کرده بودند. حمید صدیقی، آریانا نیوز. اما در ادامه رویدادهای امروز در کابل و سرپل در شیندند چی می‌گذرد؟ قسمت‌های از بازار ولسوالی شیندند هرات پس از حمله گروه از طالبان مسلح همچنان در تصرف مخالفان قرار دارد. صدها طالب مسلح بر این بازار حوالی ساعت 8 صبح پنجشنبه حمله کردند که سرانجام درگیری به خانه‌های مسکونی کشیده شد. ولی هرات کمبود نیرو و تجهیزات نظامی را عامل برای حمله طالبان مسلح می‌دانند. جزئیات بیشتر از همکارم فواد احمدی در این باره. اینجا بازار اصلی ولسوالی شیندند هرات است که حوالی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه ده‌ها طالب مسلح از چند جهت بالایان حمله کردند. آنگونه که مردم میگویند در ابتدا یک پسته امنیتی را طالبان تصرف کردند و سپس بعد درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. باشندگان این ولسوالی میگویند پس از آغاز درگیری تمام بازار مسدود شد و مردم به هر سو پراکنده شدند. دسته چی پشیندن که فیلن برای چی ماشام طالبان را غیلی دی ندخل ولسوالی تا سهار تا یکت بجو چی جنگ نشروع سو فیلن تا دو سو پوری جنگ روان دی. مشکل هم در ولسوالی پا در بغل بندی نو یو. آنگونه که شاهدان عینی در شیندند میگویند چندین راکت و خمپاره به اطراف مکتب دخترانه شیندند اصابت کرده و قسمت‌هایی از آن را حریق کرده است. از سوی دیگر سید فضل‌الله وحیدی والی هرات با این که میگوید جنگ خاتمه یافته، اما تایید میکند که طالبان در خانه‌های مسکونی سنگر گرفتند و گاهی با نیروهای دولتی به جنگ میپردازند. مسئولیت راپوردهی را مرجع ما که داره او مرجع ایران نگفته و از بیرون گفته شده، بله حمله شده. از دیشب پلان بود و ارگانهای امنیتی ما اطلاع هم داشتند، مگر این مردم این دفعه یک کار کردند که در خانه شخصی مردم داخل شدند، نه در شهر، در اطراف شهر. اگر ما برخورد جدی بکنیم به اهالی تاوان میرسه. به اول لحاظ اونا هم جای بجا هستند، نفر ما هم جای بجا هستند و با هیچ نوع اونا تاوان ازیره نداره که شهر بگیره یا شیندند بگیره. به هیچ صورتی کار کردن. همچنان یک مقام امنیتی در شیندند تایید میکند که به ساختمان ولسوالی نیز چندین راکت اصابت کرده است و در حال حاضر چند منطقه از بازار ولسوالی شیندند در دست طالبان مسلح قرار دارد.
محمد نعیم غیور آگاه نظامی در هرات میگوید اگر دولت جدی به این موضوع نگاه نکند شندند سقوط خواهد کرد. این ثابت شده که متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره و این شکایتی بود که بارهای بار ما از اهالی شریف ولسوالی شندند به خصوص از بزرگان و آگاهان ولسوالی شندند کنه از وضعیت ولسوالی خود اطلاع داشتن. ما بارها شنیدیم که بعض امنیتی اونجا خراب است و روزی نبود که در شندند یک الی چهار و پنج و ده نفر مردم به اشکال و انواع مختلف اونجا کشته نمی‌شد. تا کنون از تلفات دقیق این درگیری مقام‌های امنیتی و طالبان اظهار نظری نکردند، اما گزارش‌های اولیه از حمله طالبان مسلح به بازار ولسوالی شندند هرات حکایت از کشته شدن یک سرباز پلیس و زخمی شدن یک سرباز دیگر دارد. برخی شواهد نشان می‌دهد که سازمان استخباراتی آمریکا هنوز هم در افغانستان زندان‌های مخفی دارد. یک عضو کمیته بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام می‌گوید نگهداری طالبان پاکستانی و دیگر زندانیان از سوی نظامیان آمریکایی در افغانستان خلاف قانون است. عبدالشکور دادرس می‌گوید ادعای شکنجه بر زندانیان افغان قبلا نیز از سوی زندانیان تحت بازداشت ماموران سیا در افغانستان وجود داشت. در این باره استاد پارسا جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه به نظامیان خارجی در افغانستان گوشزد کرد که پس از پایان سال روان میلادی، یعنی تا کمتر از سه هفته دیگر، در افغانستان نه بازداشتگاه داشته باشند و نه هم کسی را بازداشت کنند. یک روز پس از این هشدار آقای غنی، اظهارات وجود دارد که هنوز هم نظامیان آمریکایی به شمول ماموران سیا در افغانستان بازداشتگاه مخفی دارند. سه تن زندانی طالبان پاکستانی که توسط آمریکایی ها خلاف آگاهی و خلاف استیزان و بدون آگاهی حکومت افغانستان به پاکستان تسلیم داده شده او معنای زیر میته و قرین به این حقیقت است که آنها در افغانستان به صورت مخفی و غیر قانونی با خود زندانهایی دارند. گزارش اخیر سنای آمریکا که حکایت از شکنجه زندانیان از سوی ماموران سازمان استخباراتی آمریکا را می کند با واکنش تند رئیس جمهور غنی روبرو شد. آقای غنی از سیا خواسته است تا هرچه زودتر فهرست افغانهای شکنجه شده را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. عکس العمل دیروزشان نسبت به شکنجه طالبا یک مقدار زیاد سیاسی بود، یعنی میخواست دل طرف مقابل خوش بسازه. من فکر میکنم که پیگیری پرونده گزارش بیرون داده شد و حکومت افغانستان در این قسمت بیشتر از یک متمرکز شده، حق دارن که او را بخواین سوال بکنن. یک نقص گسترده گفتم حقوق بشری صورت گرفته از آزادی های زنا مثلا. آن چیزی که مهم است جناب رئیس جمهور چرا یک بار اشاره به موضوعات نقص گسترده حقوق بشری در افغانستان نشد؟ این عضو کمیته بررسی پرونده های زندانیان بگرام میگوید در جریان بررسی این پرونده ها با موارد هم روبرو شدند که از شکنجه زندانیان توسط ماموران سیا حکایت میکرد. زندانی به نام زندان سیا یا تورز جیل او را برای ما بندی ها حکایت کردن و ما حکایت آنها را به وقت و زمان به مقامات محترم زی صلاح وقت رساندیم. امریکا در 13 سال حضور در افغانستان شمار زیادی را به اتهام دست داشتن با عناصر القاعده در میدان های نبرد گرفتار کردند که بیشترشان در بازداشتگاه بگرام در توقیف نظامیان آمریکایی قرار داشت. اما اداره این بازداشتگاه پس از واکنش های تند رئیس جمهور پیشین افغانستان در ماه سپتامبر 2012 بعد دولت افغانستان واگذار شد و پس از آن شمار زیادی از این زندانیان از سوی دولت افغانستان آزاد شدند. و ما برای جزئیات بیشتر حمله انتحاری امروز در اینستیتوت فرهنگی فرانسه در اسه استقلال برای جزئیات بیشتر همکارم فرشاد صالح از ساحه رویداد با ماست. فرشاد، دقیقا میشه که در مورد این حمله انتحاری اشاره بکنی که این حمله چگونه آغاز شد و تا اینجای کار وضعیت چگونه است؟ سلام، شب شما بخیر. همون گونه که در تصویرم میبینین اینجا اینستیتوت فرانسوی ها هست و در زمینش لیسه استقلال کابل هم در همینجاست. گفته میشه امروز برنامه زیر چتر تئاتر اینجا ایجاد شده بود و هم برای پیامدهای ناگوار حراس افغانی و حملات که انفجاری و انتحاری است برای نمایش دادن این شماری از فرهنگیان و اعضای جامعه مدنی در اینجا اشتراک کرده بودند و فرد که خود را میخواستن انفجار بته و یا فرد انتحاری
از اینجا از این در ورودی گفته میشه البته که وارد اینستیتیوت شده، البته گفته میشه مواد انفجاری امرایش در نیکرش جابجا شده بوده و از اینجا وارد میشه بر این اینستیتیوت و در تالار همین اینستیتیوت که اونجا امین نمایشنامه به اجرا گذاشته میشده در اونجا رفته و خود را منفجر ساخته. و این گپی است که قمندان و یا فرمانده پلیس کابل میگه. فرمانده کابل می افزاید که فرد فرد انتحار کننده یک جوان بوده که سنش نزدیک به 15 و 16 سال میرسیده و در اینجا خود را منفجر ساخته. فرد شد از فرمانده پلیس یاد کردی، حالا گفته میشه که بازرسی جدی کسایی که داخل این اینستیتوت میشدن خیلی هم بازرسی جدی وجود داشته، حالا مشخص شده که چگونه این فرد تانسته که خودش را داخل بره و به داخل برسانه خودش را؟ خب اینجا بارها ما هم برای نشر گزارش ها و موضوعات وارد این ساختمان شدیم و در وارد همین تالار هم شدیم، اما اینجا بازرسی های ویژه وجود داره که اونجا باید به گونه عمومی بدن تمام از افرادی که اینجا وارد میشن باید چک شوه، اما اینکه واقعا این فرد چگونه تانسته داخل این ساختمان شوه هنوز روشن نیست، اما فرمانده پلیس کابل میگه که مواد انفجاری خود را در نیکر خود جابجا میکنه فرد انتحار کننده که نوجوان است وارد این تالار میشه و سپس خود را منفجر میکنه که از اثر از او یک تن کشته و بیشتر از 20 تن دیگر در اینجا زخم برمیدارن. اما این رقمی است که پلیس کابل دقایق پیشتر گفتن، اما این ممکن است این رقم تغییر هم بکنه و حالا همون گونه که میبینین وضعیت به گونه عادی برگشته، اما تیمای تحقیقاتی وارد این ساختمان شدن و تحقیقات رو خود را آغاز کردن و رسانه هم متاسفانه اجازه داده نمیشه که در داخل بریم و چگونگی این رویداد را از نزدیک ببینیم. سپاسگزارم همکارم فرشاد صالح از محل رویداد برای جزئیات بیشتر با ما بودن. در ادامه هم بیننده رادیوهای خارجی به همکاری رادیو آزادی تا دقایق بعد باشید. و هم توجه کنیم به رویدادهای اقتصادی. آمریکا در سال 2015 میلادی بیش از 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. ادریس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید کشورش متعهد به کمک درازمدت به افغانستان است. به گفته وی با روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان در مسیر درست در حرکت است و آمریکا برای ارتقای سطح آموزش و اقتصاد زنان افغان 80 میلیون دلار کمک میکند. و مرزا خیلوال مشاور ارشد رئیس جمهور ناامنی را چالش جدی فراراه سرمایه گذاری در افغانستان میداند. جزئیات بیشتر از نظیر عظیم کریمی از امریکا. دهمین نشست سالانه اتاق تجارت امریکا و افغان با حمایت مالی شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شماری از نهادهای دیگر روز چهارشنبه در واشنگتن آغاز شد. ادوارد رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا که یکی از سخنرانان بود از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان و برگزاری موفقانه نشست لندن ابراز خوشبینی می کند. به گفته وی واشنگتن به تعهدات درازمدتش با کابل پابند است. افغانستان در مسیر درست روان است، زیرا حالا دیده می شود هزاران دختر به مکتب می روند. واشنگتن در نظر دارد 80 میلیون دلار برای رشد بخش های اقتصادی، آموزشی و صحت زنان در افغانستان کمک کند. با آنکه امنیت یک چالش جدی است، اما ما می خواهیم افغانستان را از راه های صادراتش خودکفا سازیم. ما نمی خواهیم افغانستان را تنها بگذاریم. واشنگتن 5.8 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان در سال 2015 کمک می کند. شرکت کنندگان این نشست سرمایه گذاری در بخش زراعت را برای خودکفایی افغانستان اثرگذار می دانند. نماینده شرکت مخابراتی افغان بیسیم رشد تکنولوژی معلوماتی را برای بهتر شدن زندگی مردم به ویژه زنان مهم خواند. عمر زاخلوال مشاور اقتصادی حکومت افغانستان ناامنی را چالش جدی فراراه سرمایه گذاری می داند. راپوری که در مورد یکی از شرکت های بزرگ بین المللی برآمد، بزرگترین فساد بدبختانه در اینا وجود دارد. کمپانی سوپریم بالاتر از 250 میلیون دلار دزدیده بود، شاید که از یه اضافه تر باشن. فلحاظ تقاضای حکومت افغانستانی است که تنها در فساد حکومت افغانستان اینا تحت چی نگیرن، انتقاد نگیرن. فساد بزرگتر در خود شکل قراردادها وجود دارد که باید که به شکل اساسی تغییر نخورن. ما نمیتونیم که تنها به تنهایی حکومت افغانستان در این مؤثر باشه. برنامه های اقتصادی افغانستان در یک دهه گذشته با وجود آن که دستاوردهای داشته
اما با مشکلات زیادی روبرو بوده است. با باور آگاهان اگر این مشکلات برطرف نگردد، افغانستان همچنان با مشکلات اقتصاد مواجه خواهد بود. نظیر عظیم کریمی، آریانا نیوز، مقر رونالد ریگن بیلدینگ، واشنگتن دی سی. و حالا هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 570 پول. و برای ارائه رویدادهای ورزشی همکار محمد زبیر حبیب زاده در استودیو با ما است. خوش آمدین و بفرمایید. تشکر. خبرهای ورزشی را هم پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم. توجه کنین به چند رویداد ورزشی. مرحله گروهی لیگ الف فوتبال ساحلی کابل با صعود 4 تیم به نیمه نهایی خاتمه یافت. تیم های افغان، کلب، حرید، پرورشگاه و اتفاق توانستند با کسب پیروزی های بیشتر نسبت به حریفان راهی نیمه نهایی گردند. در آخرین دیدارها از مرحله گروهی این پیکارها امروز فوتبالیستان پرورشگاه مغلوب افغان کلب شدند و جوانان آریانا هم با نتیجه 3-0 از صد مشعل گذاشتند. دور نیمه نهایی این مسابقات شنبه به مساف حرید و افغان کلب و دیدار تیم‌های پرورشگاه و اتفاق انجام خواهد شد. لیگ الف فوتبال ساحلی شهر کابل با اشتراک 10 تیم از سوی کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال کشور به منظور گزینش چهره‌های برتر به تیم ملی آغاز شده بود و قرار است هفته آینده با مشخص نمودن چهره قهرمان به پایان برسد. باز گذارم بقیه شبتان خوش. خداوند نگهدارتان.